توماس جفرسون زاده 13 آوریل 1743 در شهر شدول مستعمره ویرجینیا که ایشون در سال 1826 در 4 ژوئیه هم درگذشتن. یکی از متفکرین اصلی و بنیانگذاران آمریکا، برای ترویج ایدئال‌های جمهوری خواهی در امریکا فعالیت داشت. یک نویسنده و نویسنده اصلی اعلامیه استقلال آمریکا و از سال 1801 تا 1809 میلادی دو دوره متوالی 4 ساله سومین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بوده. وی همچنین باستانشناس، دیرینشناس و نویسنده هم که عرض کردیم بودش. او دانشگاه ویرجینیا رو در سال 1819 بنیان کرد. به برنامه زندگینامه توماس جفرسون خیلی خوش اومدید. لطفاً قبل از هر چیزی ما رو سابسکرایب کنید، برامون کامنت بذارید و دکمه زنگوله رو هم بزنید تا از برنامه‌های جدید ما با خبر بشین. لایک هم فراموش نشه. و در ادامه، زندگینامه توماس جفرسون، سومین رئیس جمهوری ایالات متحده ای آمریکا. توماس جفرسون در سال 1743 در مستعمره ویرجینیا در آمریکای بریتانیا در خانواده نزدیک به اشخاص برجسته ویرجینیا به دنیا آمد. وی سومین فرزند از 8 فرزند خانواده بود. مادر وی جین رندولف و دختر ایشام رندولف ناخدای کشتی و گاهی کشاورز بود. پدر وی پیتر جفرسون از نژاد ویلزی، یک نقشه بردار، کشاورز و بازرس کشاورزی الب مارله در ویرجینیا. زمانی که سرهنگ ویلیام رندولف در سال 1745 درگذشت، پدر توماس وظیفه نگهداری از مزرعه تاکاهو رو بر عهده گرفت. املاک ویلیام رندولف و پسر خردسال وی توماس مان رندولف رو به دست گرفتند و در اونجا مشغول به کار شدند. همون سال خانواده توماس به تاکاهو تغییر مکان دادند و به مدت 7 در اونجا ماندن تا زمانی که به خانه خود در الب مارله بازگشتن تا در آنجا پیتر به مقام کلونلی دست پیدا کنه. مقام مهمی بود که در اون زمان بسیار رایج بود. در سال 1752 وی در مدرسه محلی به مدیریت ویلیام داگلاس تحصیل کرد. وی در سن 9 سالگی خواندن به زبانهای فرانسوی، لاتین و یونانی را آغاز کرد. در سال 1757 زمانی که 14 سال داشت پدرش درگذشت و به وی 20 کیلومتر مربع زمین و تعداد بسیاری برده ارث رسید. وی خانه خود رو در اونجا بنا کرد که بعدها با نام مانتیسلو شناخته میشه. از سال 1758 تا 1760 در مدرسه وزیر فرهیخته جیمز موری در گوردونزویل در ویرجینیا به تحصیل پرداخت. با زندگی با خانواده موری از تحصیلات کلاسیک و تاریخ و علوم بهره مند شد. در سال 1760 وی در 16 سالگی وارد کالج ویلیام و مری شد و در اونجا به تحصیل رشته حقوق زیر نظر استاد خرد جورج وایت پرداخت و با بالاترین افتخارات فارغ التحصیل شد. سپس در دانشگاه فلسفه در همان دانشگاه زیر نظر استاد خود ویلیام اسمال به مطالعه ریاضیات، متافیزیک و فلسفه پرداخت. ویلیام اسمال توماس جفرسون رو با نوشته های نویسندگان تجربه گرای بریتانیا مانند جان لاک، فرانسیس بیکن و آیزاک نیوتن آشنا کرد. توماس جفرسون این 3 نفر رو بزرگترین مردانی که جهان زاییده است مینامه. توماس جفرسون به نواختن ویولون و خواندن تاسیتوس و هومر روی آورد. وی در سال 1762 با بالاترین نمرات فارغ التحصیل شد و در سال 1767 به هیئت وکلای ویرجینیا پیوست.
در 1 اکتبر 1765 بزرگترین خواهر وی در سن 25 سالگی درگذشت. توماس برای مدتی برای مرگ وی سوگوار بود، زیرا خواهر وی خود نیز روشنفکر و همفکر توماس بود. وی هر سال با پرونده‌های قضایی زیادی سر و کار داشت. در سال 1772 با مارتا ویلز اسکلتون بیوه ازدواج کرد و او را برای زندگی به یک خانه کوهستانی نیم ساخته در مانتیسلو برد. توماس جفرسون در سال 1785 و پس از بنجامین فرانکلین به عنوان سفیر آمریکا در امپراتوری اول فرانسه برگزیده شد. حمایت وی از افزایش اقتدار دولت مرکزی باعث شد تا جورج واشنگتن در سال 1789 وی را به عنوان وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا برگزیند. همدلی او با انقلاب فرانسه منجر به اختلاف با الکساندر همیلتون شد و کنارگیری از سمت در سال 1793. توماس جفرسون به روشنی می نوشت، هرچند سخنران خوبی نبود، اما در کنگره ویرجینیا از قلم به جای زبان برای بیان باورهای خود استفاده می کرد. او در سن 33 سالگی اعلامیه استقلال آمریکا را تحریزی کرد و در سالهای بعد تلاش او بر این بود که نظراتش را به واقعیت بدل کند. مهمترین کاری که وی در این سالها نوشت لایحه آزادی مذهبی برای ایالت ویرجینیا بود که در سال 1786 تصویب شد. در زمان بروز اختلافات سیاسی در میان دولت مردان و دو حزب اصلی، حزب دموکرات جمهوری خواه و حزب فدرالیست، جفرسون رهبری جمهوری خواهان همدل با آرمانهای انقلاب فرانسه را بر عهده گرفت. توماس جفرسون مخالف فدرالیسم و دولت مرکزی مقتدر و مدافع حقوق ایالات ها بود. در اوج درگیری های حزبی توماس جفرسون در یک نامه محرمانه نوشت، من در حضور خداوند سوگند خوردم که دشمن همیشگی هر گونه خودکامگی در اندیشه بشر باشم. با وجود عدم تمایل چندان برای نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال 1796 آمریکا انتخاب شد. جان آدامز پیروز این انتخابات شد، ولی جفرسون توانست برای معاونت ریاست جمهوری رأی کافی کسب کند. در آن زمان به دلیل نقصی که در قانون اساسی وجود داشت، با وجود آنکه رقیب انتخاباتی جان آدامز بود، به معاونت او برگزیده شد. در سال 1800 نقص موجود در قانون اساسی آمریکا باعث ایجاد مشکل جدی تری شد. در حالی که جمهوری خواهان سعی داشتند رئیس جمهور و معاون او هر دو از حزب خود باشند، جفرسون و آرونبر رأی برابری برای رسیدن به مقام رئیس جمهوری داشتند. در آن زمان بر اساس قانون اساسی مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا مسئول رسیدگی و حل مشکل بودند. با وجود اختلافات گذشته، الکساندر همیلتون با جفرسون از انتخاب جفرسون پشتیبانی کرد و بدین ترتیب توماس جفرسون به عنوان سومین رئیس جمهور آمریکا برگزیده شد. جفرسون نخستین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا است که مراسم تحلیف ریاست جمهوری خود را در شهر واشنگتن دی سی به جا آورد. جفرسون علایق و مهارت‌های متفاوت در زمینه‌های مختلف از امور آموزشی گرفته تا معماری و موسیقی داشت. جفرسون در حالی دوره دوم ریاست جمهوری خود را در سال 1809 به پایان رساند که تلاش کرده بود کشورش را از درگیر شدن در جنگ‌های ناپلئون در اروپا برحذر دارد. مهمترین وقایع در طول ریاست جمهوری وی خرید ایالات لوئیزیانا است در سال 1803 و سفر اکتشافی لوئیس و کلارک در سال 1804. از دیگر اقدامات او در دوران ریاست جمهوری میتوان به کاهش هزینه‌های ارتش و نیروهای دریایی، کاهش بودجه، کاهش مالیات بر ویسکی، کاهش بدهی‌های کشور تا یک سوم و سرکوب دزدان دریایی مزاحم کشتی‌های آمریکایی در دریای مدیترانه اشاره کرد.
با اینکه در قانون اساسی آمریکا تبصره‌ای در مورد تملک اراضی جدید پیش بینی نشده بود، جفرسون در سال 1803 اقدام به خرید ایالت لوئیزیانا از ناپلئون بناپارت کرد. توماس جفرسون به همراه مارتین ون بیورن تنها کسانی هستند که توانستند به عنوان دبیر دولت آمریکا، معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و رئیس جمهور آمریکا خدمت کنند. خیلی ممنونیم که تا انتهای این برنامه و مختصری از زندگی نامی توماس جفرسون با ما بودید. لطفاً ما رو سابسکرایب کنید، دکمه زنگوله رو بزنید تا از برنامه‌های جدید ما باخبر بشید. لایک و کامنت فراموش نشه. سپاسگزاریم. شب و روزگارتون خوش.